بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هفته ای که گذشت یک موضوعی داشتیم پیرامون بحث عرفان حلقه و واکنش های مثبت و منفی که در مجموعه کانال بود. دوستانی اول حمله کردن، خیلی تند، خیلی آزرده شده بودند که به ظاهر از اصحاب عرفان حلقه بودند و نقدهایی که شده بود در اون مناظره، علارغم این که مناظره دو نفر شاگردان آقای طاهری بودند و یک نفر هم بنده، فقط به عنوان نقل نقدها نقد کردم و هنوز خودم برای این مرحله‌ای که بخوام جدی نقد کنم وارد نشدم. من فعلا دارم تحقیق میکنم، چون اینها مدعی هستند که هرچه دارن عملی است، در واقع ادعای نظری ندارن. میگن ما در عمل یک سری اتصالاتی برقرار میشه، ارتباطاتی برقرار میشه و در عمل میبینیم چشم ها رو میبندن و بعد متصل میشن و این انرژی رو و این توان رو و این اجازه رو به نفر بعدی و بعدی میدهند. کما این که در اون جلسه هم عرض کردم، به عنوان شاگرد مبرز و ممتاز آقای طاهری که کتاب های ایشون رو ادیت کرده بود، حتی خودش کتاب نوشته بود به عنوان در واقع حلقه افسان و افسون، در پاسخون در واقع حلقه افسان و افسونی که گفته پاسخ داده بود و در پاسخ به مخالفین عرفان حلقه، خانم دکتر کسایی زاده مطلب نوشته بود و ایشون به هر حال بنده رو با مبانی نظری و عملی عرفان حلقه آشنا کردن. در مرحله تحقیق که میخواستم ببینم اینها چه میگویند، خودم رو خالی کردم، خالی از ذهن رفتم، مطالب رو از ایشون شنیدم. خب البته جلسات ما ادامه نیافت، من بازداشت شدم. در دوران بازداشت ایشون خیلی زحمت کشیدن، پیگیری هایی کردن، به ملاقات من در بیمارستان اومدن وقتی که به واسطه اعتصاب غذا در بیمارستان بستری بودم. اما بعد از آزادی دیگه نه تماسی نه مراجعه ای به من. فکر کردم شاید تذکری، تعهدی چیزی ازشون گرفتن و برای اینکه برای ایشون مخاطره ای نداشته باشه من هم تماس نگرفتم. تا اینکه بعد از این مناظره دیدم ایشون مطلبی فرستادن، خیلی آزرده بودن، نفهمیدم، من از ایشون آزردگی نداشتم و متوجه نشدم چرا از من آزرده بودن. به هر حال آغاز مطلبشون به نام خداوند صاحب نام رحمان رحیم بود و این دقیقا در نقطه مقابل شعار عرفان حلقه و آقای طاهری است که ایشون با به نام خداوند، به نام بی نام او آغاز میکنند. یعنی هیچ نامی برای خدا قائل نمیشن، در اون آغاز کلاس ها به نام بی نام او شروع میکنند که خود این آغاز بحث های ما انشاءالله خواهد شد با اصحاب عرفان حلقه. هنوز مرحله تحقیق است، من هنوز نمیخوام تصمیم بگیرم، میخوام تحقیقم رو کامل کنم و محقق تا تحقیقاتش کامل نشده درست نیست که نظرش رو بیان کنه. انشاءالله ادامه خواهم داد جلسات رو اگر آقایون ادامه بدهند و نتیجه رو انشاءالله برای روشن شدن مردم. قطعا وقتی تحقیقاتم به نتیجه برسه یک موضعی خواهم داشت و موضع رو اعلام خواهم کرد و اگر به موضعی برسم له یا علیه، مثل همیشه در موضع خودم استوار خواهم ایستاد و از مبانی فکری که بهش رسیدم دفاع خواهم کرد و قطعا هم به شما خواهم گفت. بحث بعدی که در این هفته داشتیم، جمله ای من گفته بودم که بایستی پرچم اصلاحات رو به دست رهبری بسپاریم و حرکت کنیم. به من زنگ زدن دوستانی در کانال سرای قلم و جاهای دیگه که این چه حرفی شما میزنید. ببینید، حرف جدیدی نیست. من بر این باورم که ما باید اصلاح کنیم. اصلاحات هم ریشه زنی نیست. اصلاح یعنی این که این درخت رو قبول داریم و ریشه ها رو قبول داریم، میخواهیم اصلاح کنیم، حرس کنیم. وقتی میخوام اصلاح کنیم، رفتارهای غلط رو باید اصلاح کنیم. تکلیف ما مشخص است. مسیر آزادی و دموکراسی مشخص است. ارکان دموکراسی مشخص است. ما به اینها بایستی برسیم. خب کم هزینه ترین راه برای رسیدن به یک اصلاح جدی در جامعه‌ای که آفتهایی داره، فسادی داره، انحرافاتی داره از شاخصها، این است که اون قدرت در دست کیست؟ مثلا در آفریقای جنوبی دست رئیس جمهور سفید است.
او را مجاب کنید که پرچم اصلاحات رو دستش بگیره و با رژیم نجات پرستی که به وجود آمده مبارزه کنه. او بایستی این قانون رو کنار بگذارد تا کمترین هزینه و خونریزی رو داشته باشه و جناب نلسون ماندلا قهرمانانه از زندان بیاد بیرون و بعد هم فرصت این رو داشته باشه که رئیس جمهور بشه. نلسون ماندلایی که یک بار نمیتوانست در پیاده رو سفیدها حرکت کنه یا در پارک سفیدها برود یا مدرسه سفیدها برود یا رستوران سفیدها برود، در همون کشور رئیس جمهور میشود. الان هم وضعیتی است که ما معتقدیم یک کودتای تمام عیار نظامی شده است، تمام کشور ما رو سپاه گرفته، اقتصاد ما رو، فرهنگ ما رو، همه چی مملکت ما رو نظامی ها گرفتن. اگر میخواهید این حزب پادگانی به درون پادگان برگرده، بهترین گزینه شخص رهبری است، همان کسی که به اینها این بال و پر رو داده و فضای باز رو داده باید مجاب بشه که اینها رو برگردونه درون پادگان ها و مملکت سر و سامون بگیره و انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. من این تئوری و این فرضیه رو با آقای هاشمی در میون گذاشتم خیلی قبل، با بسیاری از مراجع قوم در میون گذاشتم، با آقای خاتمی در میون گذاشتم، با آقای کروبی تا وقتی که در حس نبودن در میون گذاشتم و همه پذیرفتن و همه هم گفتن ما آماده ایم از ایشون حمایت کنیم، حمایت همه جانبه. قطعا همه روحانیت و همه اصلاح طلبان و همه مردم اگر حرکتی به سوی اصلاحات، به سوی دموکراسی، به سوی آزادی ها حرکت بشه و پرچم دارش رهبری باشه، همه حمایت خواهند کرد. آقای کروبی گفت ما حاضری پشت سر ایشون حرکت کنیم. آقای خاتمی هم همین دو گفت که پشت سر ایشون حرکت میکنیم، تقدیر خواهیم کرد از ایشون. و آقای هاشمی هم همینطور. این حرکت باید انجام بشه. کم هزینه تا این راه اصلاحات این است که ما رهبری رو مجاب کنیم برای اصلاحات و این اصلاحات انجام بشه، جایگاه ایشون هم محفوظ، نگران نباشن. ما برانداز نیستیم، ما معتقد به نظام اسلامی هستیم، اما نظام اسلامی به انحراف رفته، نه از جمهوریتش چیزی مانده است، نه از اسلامیتش و نه از استقلالش و نه از آزادیش. باید همه اینها رو برگردونیم. مطلب بعدی بحث تئوری اصلاح اصلاحات بود که عرض کردم. قبل از انتخابات سه روز قبل با آقای دکتر عارف گفتم ما از 8 اسفند یعنی روز فردای انتخابات کلید اصلاح اصلاحات رو خواهیم زد و شروع خواهیم کرد. خب باید این کار شروع بشه. اصلاحات هم حواسش پرت، اصلاحات دچار انحراف است، دچار احزابی هست که شاید تفکرشون همون تفکر مجاهدین خلق باشه، اما جرأت و شهامت اونها رو هم ندارن که بگوین ما چه کاره ایم. در درون اصلاحات تفکر باطل زیاد است، خودکامگی و استبداد رأی بسیار است. قدرت ندارن، زور ندارن. بعضی ها اگر زور داشتن کاری با ما میکردند که جناح حاکم هرگز نکرد و نخواهد کرد. لذا بایستی ما اونجا اصلاح کنیم. ببینید تلاش کردیم، زندان رفتیم، اعتصاب قضا انفرادی برای اینکه دولتی رو از سبد جنتی انتخاب کردیم که آقای هاشمی در همین هفته میگویند که آقای روحانی نمیخواست اتوبوسی اینها رو بیرون کنه و کسانی هستند در این دولت که با منافع باندی و حزبیشون رو ارجح میدونن بر منافع ملی و مردمی. بله، من میخواهم بگویم نه تنها در دولت هستند، کسانی هستند در اصلاحات، کسانی هستند در دولت و خود دولت روحانی، آیا واقعا منافع ملی مد نظرشه یا منافع حزبی و جناحیشون؟ اینها جدی مطرحه و من فکر میکنم جناب آقای هاشمی درسته که آقای روحانی اتوبوسی برکنار نکرد، ما میپذیریم که بایستی آرام آرام انجام میشد، اما آقای روحانی بسیاری از افراد رو نه تنها ابقا کرد، افرادی جدید منصوب کرد که شما به دستان قبل بودن، کسانی که سال 88 بر فرق ما چماق میکوبیدن و توسط آقای روحانی منصوب شدن. اینها رو چه کنیم باهاش؟ این قصه رو کجای دلمون بگذاریم؟ نه خیر، آقای روحانی آنچه که تعهد کرده است به مردم عمل نکرده است و نه تنها جا به جایی عناصر ناشایسته رو انجام نداده، بسیاری از عناصر ناشایسته و به هر حال مسئله دار و چماق دار رو نصب کرده. ما اونا رو مشکل داریم.
ما نمیگیم چرا حالا نتونستی فلان رئیس دانشگاه رو برداری، چرا فلان رئیس دانشگاه رو نصب کردی، فلان فرماندار و فلان استانداری که میدانیم در جناح حاکم بوده، نقش داشته، چما به دست بوده، اونها رو چرا نصب کردی؟ درد ما اینه و جدی هم باید پیگیری بشیم. مطالباتمون رو از دولت در این سال آخر باید جدی پیگیری بشیم. 3 سال از وعده های آقای روحانی گذشت و چیزی انجام نشد. حتی در مقابل دوربین نمی نشیند، با خبرنگاران صحبت نمی کند، شجاعت و شهامت پاسخگویی رو ندارد. ما مطالبه جدی ازشون داریم. انشاءالله تا جلسه بعد سرای قلم. موفق.